سلام دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه امروز و به گزارش امروز ما. امروز آمدیم خانه یکی از هموطنهای عزیز خود که مادر بیچاری است، با خانه سرد خود، با چند طفلک خود، شوهر بیکار و مریض خود زندگی میکنه و دردهای دل زیاد داره. میشنویم از مادر ما که چی گفتنی ها داره. سلام خوار جان. سلام بستی. چطور مگذره زندگی خوار عزیزم؟ خوب است دیگه، مگذر از زندگی سعی نیست، کار بار نیست، شوهرم کار نمیکنه، تکلیف پای داره، خودم هم تکلیف کمر بندی دارم دیگه. اولادک هایم پاین دانه است، سه تا دختر، دو تا بچه. دخترک هایم کلان است، بچه هایم نمیخوردکش است دیگه، کار بار نمیکنن، ایت زندگی سمت تیر میشه دیگه. خانیتان بسیار سرد است خوار جان، زمستان هم سخت. باز چطور این طفلک ها تیر میکنن؟ طفلای بسیار میلرزن دیگه، خانه سرد است، دروازه هم نداره دیگه، سخت است. اینجا هم کرایست 3000 کرامیتی به زمین ماهانه. دهی بیکاری و شوهرتم گفتی که کراچی کار میکنه؟ آه، کراچیوانی میکنه. کراچیوانی هم میگه کارش نیست، کسی پیسه نداره که سودا بخره، وقیت که ببره میگه تا پشت دروازش. وقتی که سودا نخره میگه من چه رقم بر شما کار کنم. امشب هم به خدا قسم که به ما نان آورده بود. غریبی و بیچارگی زیاد است. چی کنیم، مجبور هستیم. سرمایه هم نداره که بخواد یک دوکان چیزی کنه. نمیتونه. این هم یالم دمیه وای سر تا با اسکیل میرم یه. کرای را رو ندارم، چرا رقم برم در کرای را. باز طفلک کلانت بچگه که چه خیصو کاربار نمیتونه؟ نه، خورد است. طفل بچه 18 ساله است دیگه، دختر هاست کلان. طفل 10 ساله چی کنه دیگه؟ خود 10 سال است نمیتونه کار کرده. باز دخترک های مالم خانی زن مامای خود وقیت رفتن به کالاشی، گفت کالاشی داریم، باز اونم رفتن. باز اگه کسی برشان کمک کنه، راستی کمک میکنه. همو یک چند رو پیه کنیم، صد یا دسد میتک تا هر وادی کالاشی شکنن. باز کالاشی خلاشت خانه میهن. خانک گرفته لالا؟ نه. خانک خوردی؟ او خدا، این مرد از شیر است. این طفل افغان از خانک نمیخورم. اگر نه دروازه ندارن. این اتاق بخاری نیست، هوا سرد است. ولی طفل افغان است که خانک نمیخورم. مادر افغان است که نان نبوده شب، گرس نخوابیدن. کسی شما رو کمک نمیکنه خور جان؟ کسی از کمک کنه. همه قدر کمک هم که میشه اینجا نمیه. هر کسی که باشه، من نفرای وکیل هم که باشه، من خود کمک میکنن. کسایی که مشون است بگویی، میگه شما که رئیستین در اینجا در مجد حق نمیدین، در منطقه تان برین در مجد تان حق بتین، باز بعد از اون میشه برتان کمک کنیم. در غیر از اون میگه نمیشه کمکی به شما. این کرا رو باز چطور برابر میکنین خورکم؟ قصدار استیم، سه ماه نمیال قصدار استیم از کرای خانه. از امو یک وقت که طالب آمده یک ماه که دادیم دیگه تابال ندادیم کرای خانه رو. این جمعانه ترخانی نیست، این میراگه کسی که دالیز به حساب جورش کده بر ما نازم نفر به خاطر کرا میگیره دیگه به جور کده. در آزام نداره. در بار اینجا میشتیم، حالش اینجا شیشته نمیشه. به خیلی هستون در ترکی خانه گک میشتیم بخاطر که گرم است دیگه. باز خودت درس خواندی، سواد داری؟ نه، تا صنف شش خواندیم دیگه، نه نخواندیم درس. آرزو داری که اولادک های درس بخونه؟ میرن مکتب؟ نه، مکتب خب نمیرن دیگه، مدرسه و یا هم کورس یا هم پیسیش نیست که به حساب برن. دخترها را مکتب نمیمانن. این بچه که کارم یک بچه 10 ساله میره، این خورد است که تا بالی را شامل نکدیم. هم پیسی مکتب باشه که باید برن، مکتب هر چیز کار داره نی؟ لباسش نباشه، قلم نباشه، کتابچه نباشه، طفل چطور بره با مکتب؟ با خدا، اون بچه دیگه که میره چندین روزا استادا
استادش میکنه جزای واقعیت که قلم و کتابچه نداشته باشه یا مدرسه برن فیس مدرسه نباشه پس روانشون میکنه که چرا پیسه نداری نمیری برو پس خانید یا میشنیش درس نمیدیش تا که پیسه بیری بس پیسه که وردی اونه درس میده که نباشه درس نمیده چی کریم نگه زندگی ستیر میشه شوهرت باز آدم باسوادی هست یا چه قصه؟ نه سواد نداره خانده تا یک سنف چنده اما درس یاد نگرفته بعد از ویلا کرده شوهر ما کلان است از خودم کرده زیاد سندش کلان است دیگه حالا بازش بخی خراب است پای درد است پایش زیاد درد میکنه لالا خوش داری که مکتب بخونی؟ ها؟ بخیر داینده چی کاره شوی؟ داکتر پای پدر خواهد تدوی کنم داکتر شم میگه پای پدر ما تدوی کنم پدر بر تو دوا برم داکتر شوی که بخیر پدر تدوی بسازی؟ تدوی کنی یکان وقت جگر خون میشی؟ از چی خاطر؟ از خاطر پدرم، از خاطر مادرم از پدرم پای شریفی، از مادرم کابرش چقدر طفلا با احساس می باشن چقدر طفلا رنج می برن از غریبی و بیچارگی، از ناداری با امید از این است که یک روز دکتر می شه و باز پدر تداوی میکنه و مادر تداوی میکنه ای طفل افغان است خدا بزرگ است مادر جان خدا بزرگ است این روزا سر ما شما نمیمونه میگه دم اون جایی که او رفته باز دوباره او شاید بره دیگم باش که چه رقم میشه دیگه افغانستانم وضعش خوب نیست نمیتونه کس که حال زندگی خلاص شده دیگه از ما خو رفت تیر شد به خاطر می اولادا پدرشو میگه از ما تیر شده خواهی مقصد تشویش که میکنه به خاطر اولادای خود یکان وقت که بسیار رنجت میته خواهر جان ده زندگی بسیار گپ هایی است که آدم میرنجانه خودت که زیاد جگرخون میشی و تو مادر هستی مادرها دل صاف و پاک دارن مادرها قوی می باشن چی می رنجانید؟ همی می رنجانن که اولادایم باید درس بخوانن یک زندگی خوب داشته باشن اما ندارن به می خاطر تحصیل از یا بسیار من تشویش می کنم چون مدیدین سر پدرش بدرش سواد نداره به می خاطر می باید یا یک جایی برسن که یک زندگی خوش داشته باشن به ما اولادا و یای خود دیگه زیاد می تشویش همیشه می کنم که باید اولادایم برسن اما ای که نمیرسه مشکل از دیگه خدا بزرگ است به شک خدا میربان است که یک چیز شوان داینده که دست شما را بگیرن بخیر ما را بگیر از جونی خطر شده اگر در پیری کدم چیز ببینیم هموطنهایی که شما را میبینن اونایی که میتونن شما را کمک کنن که طفلک هایت حداقل مکتب بخونه مدرسه بخونه یا یک سرمایه به شوهر جور شوه بخیر که یک دوکان جور کنه و این طفلکایت همش مصروف شوند. حداقل در یک خانی از این بعد بخیر زندگی کنی که دروازه داشته باشه. بخاری داشته باشه. چی گفتنی و چی پیام داری با اونا؟ همین گفتنی دارم همین کسایی که در خارج هست. چون هست یک چند نفر از فامیلای ما هست اما توجه ندارن. هیچ حتی زنگ نمیزنن که باش که خبر بگیریم از همیا. همین توجه دارم که مو یک صدی یا دو صدی که به حساب مصرف یک دقیقه شان از امور به کسایی که جه است روان کنن امور هر چیز میشه برشان نه دقل همی چوب زمستان شان همیشه که چوب بگیرن همی زمستان گرم باشن اما هیچ توجه ندارن کسایی که رفته راستی زنگ نمیزنن هیچ متوجه نیستن و افغانی های خود همی میگم مدرهم در دلشان پرته باید متوجه باشن چون افغانی هایشان است نه وقت در مملکت رفتن که خودشان خوش هستن ساتشان تیر است از دل یک خوار غریب خود نمین خوستن کسایی را میگم که قوم خیششان در اینجا است اما هیچ توجهی ندارن برای زمان یک پیام دارم که باید متوجه قوم خیش خود باشن
ایره 100% برشان میگم که از خودم ما هست، از خودم نیم، از طرف قوم پدر ازی. اما وقت قسم است که زنگ نمیزنن و صدایش را نشنیدیم از روز گرفتن تا حالا. ایت توجه ندارن. شماهایی که میتونین ای فامیلای مستحق کمک بکنین، چشم برای کمک های شما هستن. سپاسگزار هستیم از اینکه برنامه ما را بیننده میباشین، کامنت میگذارین، صفحه ما را لایک میکنین و از دلسوزی ها و مهربانی های شما تشکری میکنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.